بینندگان عزیز، ما حدوداً کمتر از یک سال پیش یک برنامه‌ای داشتیم در مقایسه دو دریل شارژی ارزون بازار. یکی دریل مکس بود و دیگری این دریل. اگر برید کامنت های زیر اون ویدیو رو بخونید بسیار متعجب میشید، چون بسیاری از دوستان که این دریل شارژی رو داشتن گفتن نه اینطور نیست و ما هنگامی که داشتیم کار سوراخ‌کاری رو انجام میدیم دریل رو بر روی حالت چپگرد گذاشته بودیم و به همین خاطر بود که دریل نمیتونست کار سوراخ‌کاری رو انجام بده. حالا ما امروز به خاطر این همه کامنت دوباره میخوایم این کار رو انجام بدیم. اصلا از دریل مکس استفاده نمی کنیم، فقط میخوایم از باتریش استفاده بکنیم. هر دو تست رو با همین دریل انجام میدیم، یک بار با باتری خودش و در مرحله بعد این باتری مکس رو کاملا فول شارژ میکنیم و با همین دریل کار سوراخ‌کاری رو انجام میدیم تا شما ببینید که کدوم باتری بهتر عمل میکنه. خب دیدیم که حتی یک بار استوب نکرد، برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاد بهتون نشون بدم که پره. منتظر میشیم که این سبز بشه. من هم همینجا میمونم تا این سبز بشه، چون خیلی زود سبز میشه مطمئنم. خب سبز شد، دیدیم که در عرض به 2 دقیقه فکر نکنم کشید که سبز شد. خب این باتری الان فول شارژ و کامل باتری مکس. خب استاپ کردن دریل شروع شد. دیدید دوستان عزیز چند دفعه استوب کرد زیر کار، یعنی نتونست حتی یک سوراخ رو هم به طور کامل و بدون انقطاع انجام بده. چندین بار هنه کار استوب کرد. این به دلیل این هستش که باتری ها یا سلول هایی که در این پک 12 ولت استفاده کردن خیلی نمیتونن آمپراژ مورد نظر رو در خودشون ذخیره بکنن و وقتی که دریل زیر فشار میره این باتری، این پک باتری آمپراژ مورد نظر و میزان آمپراژ مورد نیاز این موتور رو نمیتونه تأمین بکنه، برای همین دریل استوب میکنه. الان باتری رو عوض میکنیم. همین سوراخ رو ادامه میدیم. با هم ببینیم که دریل استوب میکنه یا نه. خب سوراخ کرد.
اینم الان یه استوب کرد، اما به دلیل ضعیف بودن باتری نبود، به خاطر این بود که داخل قطعه گیر کرد. قسمت آخر کار بود، من به خاطر همین داخل خود قطعه گیر کرد. دیدیم که چقدر راحت این کار رو انجام داد. این رو به اون دوستان عزیزی میگم که گفتن که دره رو حالت چپگرد بود، برای همین کار سوراخ‌کاری رو نتونست انجام بده. ببینید دوستان عزیز، دریل اگر بر روی حالت چپگرد باشه، یعنی به این شکل، کوچکترین باربرداری رو نمیتونه انجام بده. اینو یادتون نره. الان با هم دیگه تست میکنیم. خب الان دریل بر روی حالت چپگرده. اینم همون مته هست، مته نو و سالم هم هست. با هم ببینیم که این دریل و این مته در حالت چپگرد چه میزان میتونن باربرداری رو انجام بدن. روغنم نمیزنم که کار کامل مشخص باشه. کامل هم دارم فشار میدم. ببینید دوستان عزیز، هیچ باربرداری رو نتونست انجام بده. در حد یک سوراخ بسیار ریز، انگار که شما با همین سنبه سوراخ ایجاد کردید. هیچ باربرداری رو ما شاهد نیستیم. پس با دریل در حالت چپگرد شما هیچ سوراخی رو بر روی فلز نمیتونید ایجاد بکنید. همین دریل بود که نتونستی سوراخ‌کاری رو انجام بده، اما باتری رو که عوض کردیم به راحتی کار سوراخ‌کاری رو انجام داد. پس باتری انقدر مهمه در کارمون. دوستانم لطفا فکر نکنن که غرضی وجود داره با برند مکسی از این صحبت‌ها، چون ما خودمون دو سال پیش برنامه بسیار جالب در مورد همین دریل مکس ساختیم و بسیار هم خوب عمل کرد دریل مکس در اون برنامه، اما فعلا میبینید که کیفیت باتریاش افتضاحه. دقت بکنید دوستان عزیز، کیفیت کلید، موتور یا آرمیچر، گیربوکس، سنظام، همه این دریل ها کیفیتشون در یک حد تقریبا. اون چه که تفاوت ایجاد میکنه کیفیت باتری هستش. برند مکس در ابتدا باتری های بسیار خوبی داشت، اما الان مدت هاست که دیگه باتری های بی کیفیتی رو داره بر روی محصولاتش استفاده میکنه.